ورزش زورخانه حق زنان ایرانه. حالا اگر مراجع تقلید، مثلا نمیدونم مراجع تقلید چیکار دارن به این کارها، اگر اونا مخالفن اصلا مهم نیست. به هر حال به ویژه اینکه یه خانمی در زمانی که زورخانه بسته بوده رفته تو گود با حجاب کامل کباده کشیده، مرشدم به احترامش ضرب زده و یکی از دوستانش هم فیلم گرفته و به فاصله چند ساعت مرشد و کسی که اداره کننده یه اون زورخونه قدیمی بوده برکنار شدن. واقعا مشکل حجاب هم نیست، زورخونه قدیمی رو بستن برای اینکه نمیتونن اصلا ببینن که یک زن قوی باشه که بتونه کارای مردا رو بکنه. الان یه دست بانوان فعال در ورزش زورخانه ای هم با اشاره به موافقت هایی که در دست داشتن و اجازه نمیدن که اونها به این ورزش مورد علاقهشون بپردازن بسیار اعتراض کردن. اما در همین جا زادروز ژنیک شهبازیان، نخستین دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران در سالهایی که به هر حال ایران بود، تبریک میگیم، زادروزش رو شاد باش میگیم و یادی هم از پرویز ابوطالب سرمربی تیم ملی فوتبال و یکی از مربیان سازنده بسیاری از بازیکنان. اما پس از سخنرانی امانوئل مکرون هفته گذشته، یعنی روز یکشنبه، هفته‌ای که همه منتظرش بودن در فرانسه رسید، گشایش کامل قرنطینه و از بین رفتن محدودیت‌ها به دلیل بیماری همه‌گیر کووید 19. کافه‌ها، رستوران‌ها، میکده‌ها، پارک بازی آستریکس از دوشنبه با چراغ سبز دولت درهای خودشون رو باز کردن، البته با قوانین بهداشتی و ماسک محدود. برای همین پارک بازی آستریکس در حومه پاریس نزدیک به 5000 نفر رفتن. اما مهد کودک‌ها، دبیرستان‌ها، اینها هم بازگشایی شدن. حضور 6 تا 9 میلیون دانش آموز و معلم اجباریه. به هر حال نشون دهنده اینه که اوضاع به حال عادی برگشته در فرانسه. ورزشگاه‌های فرانسه هم بازگشایی شدن. اما در زمینه ورزش 200 راننده مسابقات افسانه‌ای 24 ساعته لومانز، شهری در مرکز فرانسه، این مسابقه را از سر گرفتن. شاید گرانپری موناکو فرمول 1، رقابت تاریخی ایندی 500، جز مطرح‌ترین رقابت‌های سالیانه اتومبیل‌رانی باشه. اینو برای علاقمندان ورزش اتومبیل میگم. اما هیچ رقابتی به سختی مسابقات 24 ساعته لومانز نیست. واقعا استقامت میخواد. و همین دلیل این رویداد طرفداران علاقمندان زیادی داره و شاهد حضور رانندگان مطرح دنیای اتومبیل‌رانی در این مسابقه هستن. این رقابت ها به خوبی نشان میده که کدام تیم و رانندگان در کنار سرعت بالا توانایی این را دارد که 24 ساعت همچنان رقابت کنند. پورشه با 18 بار قهرمانی فعلا در صدر رقابت هاست، یعنی در صدر افتخارات این 24 ساعته لومن. اما فوتبال، لیگ برتر انگلستان بعد از لیگ های آلمان و اسپانیا درهای خودش رو باز میکنه، همچنان پشت درهای بسته. اما همین مسابقات اسپانیا هم برگزار شد. رئال مادرید و بارسلون با پیروزی آغاز کردن روز 28 رو. البته یه مسئله که بود واقعا اون تماشاگران رو تمام نقاشی کرده بودن. آهنگ‌های هواداران بر حال از بلندگوها به گوش می رسید و پس از 3 ماه تعطیلی، این بر حال درسته که خیلی ها از راه افتادن این فوتبال لذت بردن، اما به نظر من خب این زیاد جالب نیست. بعد از آلمان و اسپانیا همین پنجشنبه لیگ برتر انگلیس هم از سر گرفته میشه. اما تراژدی در کوهنوردی فرانسه، لوس دوادی
قهرمان جوانان جهان به گفته فدراسیون کوهنوردی فرانسه 16 سال داشت و هنگام عبور از دو منطقه کوهنوردی به همراه گروهی از دوستان خودش لیز خورد و از ارتفاع 150 متری سقوط کرد و بر نقطه‌ای از مسیر عبور کوهنوردان افتاد. این فدراسیون کوهنوردی غم و اندوه خودش رو اعلام کرده. این یکی از واقعا امیدهای فرانسه برای بازی‌های المپیک 2024 بود در همین کوهنوردی یا صخره نوردی که امسال در بازی‌های المپیک، یعنی سال آینده در بازی‌های المپیک توکیو هم قراره برای اولین بار این مسابقه برگزار بشه. اما خبری از ورزش ایران، اینکه دخالت علنی وزیر ورزش ایران در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال و قرارداد گزاف و خارج از عرف با ویلموتس بلژیکی صفحه دیگری رو به نمایش گذاشت که دخالت‌های دولتی به خصوص شخص وزیر ورزش و شعبه مالی در ورزش ایران رو یک بار دیگه زنده کرد. قرارداد واقعا گزاف با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران معمای تازه‌ای در فوتبال ایران نیست. مبلغ 7,875,000 یورو خالص قرارداد ویلموتس بود که حالا نمی‌دونیم آقای وزیر ورزش آیا حاضر در این مورد به هر حال پاسخگو باشه. اما تنیس آمریکا قصد داره با گشایش مسابقات دوبل به جلو حرکت کنه. دریافت چراغ سبز از دولت در مرکز بیلی جین کینگ که البته قرار برگزار بشه، هنوز نمیدونیم چند بازیکن در رقابت ها شرکت میکنن. اما یک بار دیگه میپردازیم به زنانی که درخواست کردن که در زورخانه فعالیت کنن و هنوز به اونها اجازه نمیدن. به هر حال ما اونها تبریک میگیم، شاد باش میگیم و میگیم به جلو. ای به نام زنان جهان ما زیر